بسم الله الرحمن الرحیم. امروز من از مردم افغانستان صحبت میکنم، یک کلامی که بزنم به تحقیق گوش کنن را. او برادران، ما یک برادر تو از پاکستان هستیم. کل جوانی ما که بود، وقتی که شباب ما که بود، ما همراه تان در جهاد افغانستان در ضد شوروی می جنگیدن، جهاد کردن. مقصد چی بود؟ مقصد بود که یک مملکت مسلمان هست، یک کافر شوروی به سر او قابض شده و ما او را کشیدم. یک اعلان جهاد شد در امت اسلام. در پاکستان 3 میلیون 4 میلیون افغان مهاجرین آمدن، ما کمکتان کردم. حالا 38 سال شده که افغان مهاجرین تا حالم در پاکستان هستن، یک فسادم در ضد افغان مهاجرین نشده، یک افغان مهاجرین اینجا کشته نشده چرا که او افغان است. میلیون ها بچه افغان هستند که پاکستان تولد شدن، افغانستان تا حال ندیدن. اردو میزنن، پنجابی میزنن، و خود را پاکستانی میگن. ما برای این چیزی گپ میزنم که چرا ما شما را افغان ندیدم. ما دیدم که شما مسلمان هستند، در تکلیف هستند، کمکتان کردم. و بعد از شوروی که کشیده شده شما چی میکنی؟ اول ما با بینش جنگیدی. او ما که جهاد کرده بودم، یک و نیم میلیون شهادت شما دادید، ما داده همراه خون ما، همراه خون شما شامل شد در این جهاد. مگر شما چی کردید؟ ما بین جنگیدید. بعد چی کردید؟ امریکا را آوردید در افغانستان. اگر روس کافر بود، اگر روس قابض بود، امریکا چطور حلال شده؟ چرا امریکا را کمک میکنی؟ امروز حکومت کابل در دست تان است، خصوصا فارسیوانا که هستن. و شما چرا کمک امریکا میکنی؟ خون 1.5 میلیون شهید را چرا خیانت میزنی؟ در روز قیامت پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم چی میگویی؟ که امت را فروختن، مهن را فروختن، ایمان را فروختن، جهان را فروختن، چی میکنید شما؟ و بسر پاکستان میجنگی. این نمیشناسی که هند چی کرده در همراه شوروی در افغانستان؟ 1.5 میلیون افغان که شهید شدن، دست اون خونشان در دست هند هم است. نجیب الله کجا؟ فامیل نجیب الله کجا بود؟ کل فامیل در هند بود. اور امروز هند دوست تان است، اور شما در پشت پاکستان خنجر بزنی چرا؟ ما چی کردم بشرتان؟ امروز هم میگفتن که افغان مهاجرین اینجا هستن، مگر حکومت کابل دشمن پاکستان. هر مرتبه سفارتخانه پاکستان رو بسوزید در افغانستان، هر پاکستان رو سنگباری میکنه، اور هندوستان دو مشرک هندو دوست تان است. چطور شده؟ برازی میگم برادران، گوش کنه، گوش ما کنه. ما دشمن تان نیستم. ما در کل جوانی خودم دادم در که شما آزاد شوی، که قابض حکومت یا قابض شوروی از افغانستان بکشیم. مار امروز شما دشمن پاکستان شدی؟ اینطور نکنه. ما مسلمان هستم، شما مسلمان هستین، قوت تقدیر ما، قسمت ما، طالع ما، کل یک هستن، تاریخ ما یک هست. اینطور نکنه که کمک امریکایی میکنیم، کمک هندو مشرکین میکنن و در پشت پاکستان خنجر بزنه. ما میخواهم که در افغانستان امن شوه. ما دماغ ما خراب نیست که ما میخواهم که در افغانستان فساد باشه. در افغانستان فساد باشه، این تو ما میخواهی که علامه اقبال، دکتر علامه اقبال چی گفتن؟ آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت گاب و گل است، ملت افغانستان در او پیکر دل است. فساد او فساد آسیا است. ار میبینی در پاکستان که فساد است، کجا میاد؟ کل فساد در افغانستان میاد. دماغ ما خراب نیست که ما میخواهم که در افغانستان باید فساد باشه. ما میخواهم در افغانستان امن باشه، که مشرکان، که خوارج، که انگریزی، که امریکایی، که هندو اونجا نباشن. اور شما عقل نداری، فهم نداری، تاریخ نمیفهمی. هر وقت فساد در پاکستان، ما درون لائن دا قبول نکرم تا تک علاقه که هست در علاقه افغانستان هست، ما را میکشم کمک تحریک طالبان میکنی، کمک بی ال ام میکنی، کمک حال یہ دلا کی جدید پیدا شده منظور پشتین کمک شو میکنی، او میکنی. تار برادران کلام من گوش کنه دیگر. ما میگویم پاکستان برادر کلام تان است. پشتونا که در پاکستان هستن او 10 گنا زیاد هستن از پشتونا که در افغانستان. در پاکستان فارسیوان هم هستن، ازبک هم هستن، تاجک هم هستن. قلب ما وسیع هست دیگر. ما افغان مهاجرین هم قبول کردم، شما رو هم قبول میکنم. برای ازی گپ ما را گوش کنن و غور کنن که پاکستان را نجنگید، باز پاکستان را فساد پیدا نکنید، که ورنه استغفر الله یک مرتبه اگر ما خفا شویم، ای برای افغانستان بسیار مشکل پیدا میشه. ما رایتان امروز هم رای تجارت
راه زندگیتان از پاکستان میره. مهاجرین هم اینجا هستن. هر چیز که شما میخواهید استعمال میکنی از پاکستان میره. بعد از او از زبان میگوی که نام دوست پاکستان هستم، از پشت از دسته دشمنان را دشمنی میکنی از پاکستان. تو ما از یک مجاهد سابقی، کسی که همراهتان خون داده، وقت داده، جان داده، خاندان و بچه و فامیلی را مایله کردم و در جهاد 7 سال احمد شاه مسعود دوست ما بود، پرسان کنه دکتر عبدالله عبدالله، او ما را میشناسه. ما شما را میگویم امروز که از پاکستان دشمنی نکنید. پاکستان برادر شما است. از پاکستان خیانت نکنید. هندو و مشرکین و امریکا را دوست نبسازن. اینا دوستتان نیستن. اگر شما گپ نمیفهمید تو پر انجامتان در دستتان است. بسر ما الزام نیست. سلامت باشین. ما برادر شما از پاکستان زید حامد صحبت میکنم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.